کره شمالی روسیه را با توپخانه، راکت و پرتابگر عظیم تسلیح می کند. درود بر شما همراهان همیشگی کانال. من به اتفاق تیمم با یک بسته خبری جدید در خدمت شما هستیم. لطفا تا پایان این بخش با ما همراه باشید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کره شمالی به عنوان یک زره‌پوش مخفی برای روسیه ظاهر شده است. این موضوع در حال فزاینده شدن است و نگرانی‌ها در مورد همکاری نظامی بین دو کشور بیشتر می‌شود در حالی که بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که کارخانه‌های کره شمالی با تمام ظرفیت خود به تولید تسلیحات برای روسیه مشغول هستند. این افشاگری نگران کننده برای غرب است و نشان می‌دهد که همکاری نظامی بین کره شمالی و روسیه در حال تعمق است. با گذشت زمان کره شمالی به عنوان یک منبع مهم از تسلیحات برای روسیه ظاهر شده است. کارخانه های این کشور شبانه و روزانه در حال تولید مهماتی هستند که می تواند توازن نیروها در مقابل غرب را به چالش بکشد. با توجه به تحولات اخیر، نگرانی ها در میان سران ناتو افزایش یافته است، زیرا این همکاری می تواند منجر به افزایش درگیری ها و حتی به جنگ جهانی گسترده تری بین قدرت های جهانی شود. گزارش ها نشان می دهند که از اوایل آگوست 2023 کره شمالی بیش از 3 میلیون گلوله توپخانه با قطر 152 میلیمتر و بیش از 500 هزار گلوله راکت انداز با قطر 122 میلیمتر را برای تقویت قدرت نظامی روسیه علیه اوکراین به مسکو ارسال کرده است. این تحولات نشان می دهد که کره شمالی به عنوان یک پیمانکار تولید تسلیحات برای روسیه عمل می کند و تامین مهماتی که به دلیل بحران در اوکراین کاهش یافته است را پشتیبانی می کند. در این حال اعتقاد بر این است که روسیه با کره شمالی فناوری و تخصص ماهواره‌ای را به اشتراک می گذارد. این تعاون به نمایش تسلیحات و پشتیبانی فنی بین دو کشور کمک می کند. سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی معتقد است که هدف این تعاون سلاح برای بلند کردن است. به عبارت دیگر، این همکاری به دنبال ایجاد ارتباط استراتژیکی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی کره شمالی است و در عین حال به تأمین ذخایر مهمات روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین کاهش یافته است کمک می‌کند. این تحولات نگرانی های شدیدی را در میان سران ناتو برانگیخته است. آنها نگران این هستند که این همکاری نظامی بین کره شمالی و روسیه می تواند به تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و حتی برای تعادل قدرت جهانی تبدیل شود. به طور کلی، این تعاون نظامی بین کره شمالی و روسیه نشان از عمق یافتن روابط آنها دارد و می تواند تأثیرات قابل توجهی در صحنه جهانی داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که کره شمالی به عنوان یک زره پوش مخفی برای روسیه عمل می کند و توانایی تأمین ضربه نظامی را دارد که می تواند توازن نیروها را به چالش بکشد. علاوه بر این، همکاری به گلوله های توپ محدود نمی شود. روسیه چندین ده نوع از این نوع موشک های بالستیک کره شمالی را دریافت کرده است. بیشتر این تسلیحات فوق العاده مؤثر هستند، به ویژه با توجه به اینکه اوکراین گزینه های محدودی برای دفاع در برابر موشک های بالستیک دارد. چون این کمکی برای روسیه حیاتی است، زیرا تولید موشک های این کشور به سختی می تواند با استفاده از آن مطابقت داشته باشد و در سطوح مورد نیاز باقی بماند بدون در نظر گرفتن جایگزینی هزاران موشک شلیک شده از زمان آغاز درگیری در فوریه 2022. دخالت کره شمالی در این زمینه بوده است. به خوبی مستند شده است، از جمله جزئیات لوجستیک پیچیده مانند محموله های دریایی و ریلی. گمان می رود مهمات از کره شمالی به بنادر روسیه ارسال می شود و سپس با قطار به خطوط مقدم در اوکراین فرستاده می شود.
چون این عملیاتی نه تنها میزان همکاری نظامی را آشکار می‌کند، همچنین نمونه ای از استفاده استراتژیک از توانایی تولید کره شمالی برای تاثیرگذاری بر درگیری در اوکراین است. استفاده از گذرگاه راه آهن تومننگ خسان برای محموله های تسلیحاتی نشان دهنده از سرگیری تجارت استراتژیک بین کره شمالی و روسیه است. تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تجاری، افزایش گسترده تردد واگن‌های ریلی بین دو کشور را در ماه‌های اخیر نشان داده است که نشان دهنده تلاش متمرکز برای کمک به روسیه در اجتناب از تحریم‌های بین‌المللی است. عملیات تمام ظرفیت کارخانه‌های کره شمالی که برای روسیه تسلیحات تولید می‌کنند، همراه با تبادل فناوری‌های حیاتی بر اتحاد استراتژی تأکید می‌کند که نه تنها بر درگیری در اوکراین تأثیر می‌گذارد، بلکه نشان دهنده یک تغییر خطرناک به سمت پتانسیل یک جنگ جهانی گسترده‌تر است. از همراهی صمیمانه شما عزیزان بسیار سپاسمندیم. بدرود.